وقتتان بخیر. خوش آمدید به خبر امشب سه‌شنبه 15 میزان که برابر می شود با 6 اکتبر. سرخط خبرها. حل شدن بیشتر موارد اختلافی میان هیئت‌های مذاکره کننده. اطمینان به بوش بخیر ده حوصلی سره به دستوزی حل کیم. تأکید رئیس جمهور روی آتش بس. کاهش چشمگیر خشونت و آتش بس که مردم به امیدوار است و زود بحث شد. هشدار وزارت دفاع به گروه طالبان. برگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید. و انتقاد صنعتکاران از نبود حمایت حکومت از کارخانه ها. خوش آمدید. روی بیشتر موارد اختلافی میان هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه توافق صورت گرفته. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه میگوید که کار هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان مورد تایید رئیس جمهور قرار گرفته و از آن استقبال کرده است. آقای اتمر همچنان میگوید که رئیس جمهور غنی از هیئت مذاکره کننده خواسته تا با حوصله‌مندی به گفتگوها ادامه دهند. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه اینجا در دوحه جزئیات سفر رئیس جمهور غنی به قطر را همگانی می‌سازد. محمد حنیف اتمر می‌گوید رئیس جمهور در جریان این سفر با اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان دیدار کرده و از تلاش‌های آن استقبال کرده است. رئیس جمهور غنی از هیئت مذاکره کننده خواسته تا به حوصله‌مندی با گفتگوها با طالبان ادامه دهد. از سوی دیگر رئیس جمهور غنی در مرکز مطالعات منازعات و مسائل بشری دوحه طالبان را نیروهای منفی دانسته و تأکید کرده است که برای ختم جنگ در افغانستان راه حل سیاسی جستجو شود. طالبان نیروی منفی است اما بخش از واقعیت‌های جامعه نیز است. از طریق گفتگوها باید یک راه حل سیاسی برای ختم منازعه در افغانستان جستجو شود. زموشتیم چی و غشتلی تیم متحد تیم دی اتحاد و قبل ملی اتحاد و اتفاق با طول اخلاص سر ساتلی با پروسی که گلون که اطمینان لرو چې په خیر د حوصلې سره به دا ستونزې حل کیم. سرپرست وزارت خارجه میگوید که روی بیشتر موارد اختلافی میان هیئت‌های مذاکره کننده توافق صورت گرفته است. حکومت افغانستان میگوید که آتش بس فوری و پایان خشونت‌ها یکی از موارد اصلی گفتگوهای میان افغان‌ها است. سرپرست وزارت خارجه افغانستان نیز از طالبان میخواهد که با توجه به نیت هر دو طرف به خاطر انجام مذاکرات صلح و خواست مردم افغانستان روی کاهش خشونت‌ها توافق فوری کنند. ما تاکید داریم برای توافق عاجل و فوری روی کاهش خشونت ها و ایجاد میکانیزم که از این روند نظارت بکنه و در کاهش خشونت ها کمک بکنه. محمد حنیف اتمر میگوید که حکومت افغانستان در تلاش جلب همکاری کشورهای جهان و منطقه برای تامین صلح در افغانستان است. همزمان با دیدار رئیس جمهور غنی از قطر، حمدالله محب مشاور امنیت ملی میگوید که تحمیل شدن توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان بر مردم افغانستان قابل قبول نیست. از سوی هم رئیس جمهور غنی در دیدار زلمه خلیزاد و اسکات میلر در دوحه بر نیاز فوری کاهش خشونت ها تاکید کرده. زلمه خلیزاد هم از افزایش خشونت ها نگرانی کرده، گفته که دو طرف نباید فرصت به میان آمده برای صلح را از دست بدهند. شاپور فرهمند. قدرت نمایی جمهوریت و امارت در دوحه. همزمان با دیدار رئیس جمهور غنی از قطر، حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور میگوید که کابل نمیخواهد تا شرایط توافقنامه صلح میان آمریکا با طالبان بر مردم افغانستان تحمیل شود. ما لازم نمیدونیم که در این مرحله یک پروسه ای که دو ما دخیل نبودیم شامل این پروسه بسازیم و شرایطی که در اونجا گذاشته شده که
سر مردم افغانستان تحمیل شود، چیزی که ما شامل پروسه نبودیم. رئیس جمهور غنی در ادامه دیدارش از دوحه دیشب با زلمه خلیلزاد و جنرال اسکات میلر فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان دیدار کرد. در این دیدار دو طرف از افزایش خشونت ها نگرانی کردند. خلیلزاد هم گفته که در این دیدار برای جمهور غنی گفته که افغان ها نباید فرصت به میان آمده برای صلح را از دست بدهند. همدی خاطر مشت خپل منطقوی و بین المللی همکاران سره خبری کو چې په دې لړۍ کې کومک وکړي. د دوی کومک مهم دی. نفس علی که بار این هیئت‌ها بین هم نشست کردن روی مسائل اساسی و توافق رسیدن یک موفقیت است، ولی هنوز هم مسائل هست که باید حل شود و سنگ بنای موفقیت برای مراحل بعدی مذاکره گذاشته شود. رئیس جمهور در سفر به دوحه افزون بر دیدار با هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان با مقام‌های قطری نیز دیدار و گفتگو کرده است. این سفر بخشی از تلاش‌ها برای سرعت بخشیدن به مذاکرات صلح گفته می‌شود. بحث روی پروسه صلح بود، روی انکشافات اخیر در قبال مذاکراتی که جریان داره ویزو مسئله شد، روی کاهش چشمگیر خشونت و آتش بس که مردم به امیدوار است ویزو بحث شد. از سوی دیگر سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هم میگوید که خلیلزاد با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه دیدار کرده و درباره عملی سازی توافقنامه صلح دوحه گفتگو کردند و نیز اجرای این توافقنامه را بر حل مسئله افغانستان مهم دانستند. این در حالی است که با گذشت بیش از 3 هفته هنوز اختلاف ها میان دو طرف مذاکره کننده بر سر کارشیوه مذاکرات پا بر جا است. عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در یک سفر 4 روزه به هند رفت. آقای عبدالله هدف سفرش به دهلی نو را روند صلح افغانستان میگوید. قرار است آقای عبدالله با نخست وزیر، وزیر خارجه و برخی مقام های بلندپایه هندی گفتگو کند. سمین جهش. پس از اسلام آباد، اکنون رئیس شورای عالی مصالحه ملی راهی دهلی نو را در پیش گرفته است. سفر منطقه‌ای از بهر به ثمر رسانیدن مذاکرات صلح و پایان تشویش‌های کشورهای منطقه‌ای گفته می‌شود. سفر رسمی است با رهبران کشور هند، جمله صدر اعظم و وزیر امور خارجه ملاقاتات می‌داشته باشیم. شما در جریان سفر هم خبری به سوی افغانستان در صلح پرده. اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی می‌گویند عبدالله در جریان این سفرش با نخست وزیر، وزیر امور خارجه، مشاور امنیت ملی و شمار دیگر از مقام‌های بلند رتبه هندی دیدار و در یکی از نهادهای پژوهشی آن کشور نیز سخنرانی خواهد کرد. موږ د دې لپاره چې منطقوي اجماع حاصل شي، باید د همسایه ملکونو سره ملاقاتونه ولرو او د دوی نظرونه زموږ سره وي. تلاش ما برای جلب همکاری زیاد در موضوع افغانستان است. اگر اختلاف هم دارن، امیدوار هستیم اختلاف ها حل شود و اختلاف در جای دیگه باشه و در افغانستان کشورها برای دست یافتن به صلح همکاری بکنن. شماره از اعضای مجلس نمایندگان به این باورند که کشورهای منطقه نقش اساسی در روند صلح افغانستان دارند، زیرا کشورهای منطقه می توانند روند مذاکرات را به بنبست برساند و یا هم نقش سازنده داشته باشند. سفرهای دکتر صف عبدالله به کشورهای منطقه میتواند تسهیل کننده یک روند پایدار برای صلح افغانستان باشد. کشورهای منطقه نظریاتشان در قبال مسائل صلح افغانستان گرفته شود و اینا نقش مثبت‌تر و فعال‌تر را داشته باشند. قرار است آقای عبدالله پس از هند به کشورهای منطقه همچون چین، ترکیه، ازبکستان، تاجیکستان و ایران سفرهای داشته باشد تا اجماع منطقه را برای صلح افغانستان به دست دارد. گروه طالبان اگر فکر میکنند زنان افغانستان را دوباره خانه نشین میسازند در اشتباهند. معین تعلیمات وزارت دفاع ملی در نخستین دور فراغت دانشجویان بانوی این وزارت خطاب به گروه طالبان میگوید که اگر این گروه فکر دوباره خانه نشین ساختن زنان افغانستان را به سر دارند، آن فکر را از ذهنشان بیرون کنند. از سوی هم زنان نظامی ارتش هشدار می‌دهند در صورت گسترش جنگ در کشور آنان آماده‌اند در نبرد با مخالفان مسلح دولت بجنگند. این بانوان از رشته‌های علوم سیاسی، اقتصاد و مهندسی کامپیوتر بعد از پایان 4 سال تحصیل
امروز سند فراغت دریافت کردند. آنان با آنکه میگویند نگران دستاوردهایشان پس از صلحن، اما تاکید میکنند که در صورت شدت یافتن نبردها آماده حضور در خط نخست جنگ هستند. دستاوردهایشان است، زحمت کشیدند، درس خواندند، شب روز تلاش کردند، نباید اینا دیده گرفته شود، باید اینا در نظر گرفته شود، آزادیایی که داریم اینا باید ادامه پیدا کنند. تعلیمات نظامی درس داده شده بر ما، اما آقا که نسبت به طبقه اوناس طبقه ذکور میبینم ما ندیدیم آقا تعلیمات، اما اگر ضرورت شود بدون شک اشتراک میکنیم، زمینه مساعد باشه بر ما. با این وجود معین تعلیمات وزارت دفاع ملی میگوید زنان افغانستان هیچگاه به گذشته بر نخواهند گشت. او خطاب به گروه طالبان میگوید این گروه توان خانه نشین ساختن زنان را ندارند. خوابی را داشته باشند یا خیالی را داشته باشند که اونها را در حصار خانه بخواهند مدفون بسازند. زن افغانستان زنی است که امروز به خود باوری رسیده. همزمان با این معاون نخست وزارت دفاع تاکید بر تقویت نظام دارد. د ثبات لپاره، د امن لپاره، د سولې لپاره، د فکری تغییر لپاره باید کار وکړو. در حال دست کم 80 بانو از رشته های ملکی سند فراغت دریافت کردند که ارتش از کمبود کادر در بخش زنان رنج میبرد. مسئولیت نگرفتن انفجارهای پیهم اخیر در لغمان و ننگرهار پرسش برانگیز شده. برخی از اعضای مجلس نمایندگان آگاهان نظامی انفجار موتربم در غنیخیل ننگرهار و حمله بر کاروان موترهای والی لغمان را جزی از برنامه‌های هوشیارانه طالبان از بهر فشار در میز مذاکرات خوانده و از حکومت می‌خواهند پیش بین همچون حملات از سوی طالبان و گروه‌های همکار با طالبان باشند. بیشتر در گزارش. حمله موتربم در غنیخیل ننگرهار و حمله بر کاروان موترهای والی لغمان در مهدرلام پرسش بر انگیز شده است. برخی از اعضای مجلس نمایندگان میگویند در حالی که نمایندگان گروه طالبان در دوحه سرگرم رایزنی با هیئت حکومت افغانستان است، اما شبکه‌های حراس افغانی در تبانی با طالبان دست به حملات پیچیده در شرق افغانستان زدند. آنان میافزایند که طالبان از بهر امتیازگیری در میز مذاکرات دوحه از طریق چنین حملات میخواهند فشارها را بر حکومت بیشتر کنند. طالبان از یک موقعیت برتر در این مذاکرات که وارد شوند و این مذاکرات به انجام برسانند از نقطه های فشار استفاده بکنند که این حملات میتونه اون نقطه های فشار تلقی شود. در مجموع ضعف دولت ما هست، حکومت ما هست و عدم حاکمیت حکومت و دولت در جغرافی های افغانستان است. آگاهان میگویند انجام حملات حراس افغانی در ننگرهار و لغمان کار گروه طالبان بوده میتواند، اما بر این که در یک شرایط حساس و دیپلماتیک در دوحه قرار دارند مسئولیت این حملات را به عهده نمیگیرند. طالبان نمیخواهند، چون طالبان در سطح دیپلماتیک حال فعال هستند، خود ملامت نشان بدهند، از او خاطر یا که مسئولیت به دوش نمیگیرند و یا ای که گروه هایی را به مسئولیت میگیرند که با طالبان در ارتباط هستند. هرچند طالبان تا کنون مسئولیت این رویداد اخیر را به عهده نگرفتند، اما وزارت داخله میگوید که این حملات با شیوه همیشگی طالبان انجام شده است. طالبان با انجام حملات موتربم در نقاط مختلف کشور عدم تعهد خود نسبت به کاهش خشونت ها ثابت کردند. پس از توافق صلح امریکا و طالبان، حملات طالبان بر نیروهای امنیتی، دفاعی و مردم شدت یافت که همواره از سوی حکومت و جامعه بین المللی این گروه متهم به نقض توافقنامه صلح دوحه شناخته شدند. فشرده چند رویداد از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از 3 شب بستری در بیمارستان به کاخ سفید برگشت. او میگوید حالش خوب است، اما پزشک معالج او ضمن تایید خوب بودن وضعیت جسمی رئیس جمهوری گفته که روند بهبودی او از بیماری کرونا هنوز کامل نشده و باید تا روز 10 بعد از ابتلا منتظر ماند. آقای ترامپ ظهر دوشنبه در توییترش از خوب بودن وضعیت خود خبر داده بود.
صدها معترض در بیشکک پایتخت قرغیزستان وارد ساختمان پارلمان این کشور شدند. این اعتراض کنندگان خواستار ابطال نتایج انتخابات پارلمانی هستند که روز یکشنبه برگزار شد. رسانه های این کشور گفتند که معترضان اسناد را از پنجره های دفتر رئیس جمهور بیرون ریختند و حتی بخش از ساختمان را نیز آتش زدند. پلیس برای متفرق ساختن این معترضان از گاز اشکاور و موترهای آبپاش استفاده کردند. روسیه، فرانسه و آمریکا بار دیگر خواستار آتش بس فوری در منطقه مورد مناقشه نگورنو قره‌باغ شدند. این کشورها تشدید درگیری در منطقه نگورنو قره‌باغ میان ارمنستان و آذربایجان را تهدید غیر قابل پذیرش برای ثبات منطقه دانستند. از سوی دیگر علی اکبر ولایتی مشاور امور جهانی رهبر مذهبی ایران گفته است که ارمنستان باید مناطق اشغال شده آذربایجان را تخلیه کند. درگیری میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان از 27 سپتامبر تا اکنون در منطقه نگورنو قره‌باغ جریان دارد. به این بخشم خوش آمدید. نبود پشتیبانی جدی حکومت در چند سال پسین مانع رشد بخش صنایع در کشور شده. شماری از کارخانه‌داران در نخستین گفتمان چالش‌های صنعتکاران می‌گویند که در حال حاضر صدها کارخانه تولیدی در پارک‌های صنعتی به دلیل ایجاد نشدن زیربناهای بنیادی از سوی حکومت از فعالیت باز مانده و نیز سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش به گونه‌ای روزافزون کاهش یافته. کارخانه‌داران در نخستین گفتمان چالش‌های صنعتکاران با واکنش تند به حکومت می‌گویند که حکومت با گذشت چندین سال برای حل بنیادی دشواری‌های صنعتکاران توجه جدی نکرده و همکنون کارخانه‌داران با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت با زیان روبرو هستند. پول پرداخت شوه رای دیگه هست، کار در یک ماه 20-30 روز میشه. اگر پول پرداخت نشوه قانون است، والله برادر قانون ما اجازه نداده. باید قوانین تغییر بکنم. پابریکات جور کردیم، متاسفانه برق نداریم. جلوت ما وزیر صاحب یک خوشی است که برای ما یک افتخار بخشیدیم که شما از سکتور صنعت و از سکتور خود ما هستید. با توجه بر اینکه همکنون بزرگترین دشواری در برابر رشد صنایع داخلی افغانستان نبود برق می باشد، نیاز است تا صنعتکاران در بخش تولید انرژی از منابع داخلی سرمایه گذاری های مشترک را انجام دهند. صنعتکارای محترم، هر کدامتان $100,000 پرتین، 2000 نفر هستین، $200 میلیون جمع میکنین. خواسته باشین 400 مگاوات از بانک‌ها خواهش میکنیم، 50% اینا قرضه بتن و قرضاشون هم خواهش میکنیم که برای یک سال نتن، برای 10 الا 15 سال بتن. اما وزارت صنعت و تجارت میگوید بر بنیاد برنامه‌های تازه این وزارت قرار است به زودی به تمام دشواری های کارخانه داران در پارک های صنعتی به گونه جدی رسیدگی شود. به هر شعبه که شما پول میدیم من میفهم که کجایی. شما قول میدم برای شما که انشالله این پارک میسازم. چون درد شما درد ما است، درد ما درد شما است و از شما میخواییم کمرام همکاری کنیم. به گفته صاحبان صنایع، حکومت مسئولیت دارد تا هر گونه موانع بر سر راه سرمایه گذاری در کشور را تشخیص داده و در رفع آن گام های جدی را بردارد. بهای ارزها. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 75 پول، یک یورو 89 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 65 پول، 1000 روپی پاکستانی 483 افغانی و 1000 روپی هندی 1040 افغانی. فشرده رویدادهای ورزشی. نجیب ترکی بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان درگذشت. این میله پوش 29 ساله کرکت کشور که هفته پیش در اثر سانحه ترافیکی در شهر جلال آباد زخمی شده بود، امروز در بیمارستان درگذشت و پیکر وی به خاک سپرده شد. دچی دده تپون زیاد بود. بدبختانه چه مون در ملی ستوره لله سوار کرد. زخو خپلا تا دی بانه دیر زوریگم چه خو زوانی مرگ و نمرا دی مرگ وقت نو بل دی خپلو اولادونو مخ که در موتر و حاله. از سوی هم
ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ضمن غمشرکی در گذشت این بازیکن را برای افغانستان و کرکت بورد ضایعه بزرگ خوانده است. رقابت های لیگ برتر فوتبال دایکندی که از 20 روز پیش آغاز شده بود با قهرمانی تیم فرماندهی امنیه این ولایت پایان یافت. تیم فوتبال دانشگاه ناصر خسرو دوم شد و طوفان مرکز نیز به مقام سوم دست یافت. همچنان در پایان این رقابت‌ها رحمان قربانی از تیم فوتبال فرماندهی امنیه عنوان بهترین بازیکن مسابقات را به دست آورد. ادینسون کاوانی مهاجم تیم ملی اراگوآ به منچستر یونایتد پیوست. کاوانی که پس از جدایی از پاریس سن ژرمن در پایان فصل گذشته لیگ یک فرانسه بازیکن آزاد بود، قرارداد یک ساله با شیاطین سرخ امضا کرد و در صورت توافق دو طرف این قرارداد برای یک سال دیگر قابل تمدید است. این مهاجم با تجربه برای هر فصل 11 میلیون یورو از منچستر یونایتد دستمزد دریافت خواهد کرد و 2 میلیون یورو نیز پاداش عمل کرد برای او در نظر گرفته شده است. وضعیت هوای فردا. ممنون همراهیتان. تا درود دیگر، بدرود.